بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت شما. امید از که خوب و خوش باشین در کنار فامیل های محترم و ایام قرنطینه به خوبی و خوشی سفری بکنن. ما در فصل دوم چپتر خو قرار داریم و امروز جلسه آخر از اونه. این جلسه را که انشاءالله خلاص بکنیم، فصل دوم از چپتر ما و شما در امی هفته دوم ختم میشه، مطابق با همو پلان درسی که آمده کرده بودم. و این لکچر یعنی که ما شما قرار پیش ببریم، لکچر ششم است و از هفته هم هفته دوم است. انشاءالله لکچر آخر است و بعد از این باز وارد فصل بعدی میشیم که او خود فصل عناصر غذایی مورد نیاز گیاه است. و بعد از این باز دیگه که ما پیش برین انشاءالله باز میرسیم به عناصر زیاد مصرف و عناصر کم مصرف و و همچنین باز فصل دیگه از جذب عناصر و غیره از مسائل که انشاءالله این فصل مینو بیشتر میه. فصل اول و دوم فصل کلیات بود که ما شما بحث کردن، بیشتر رابطه با خود اصل خیزی بود، خود اهمیت از اینا بود، بیشتر در رابطه با خاکای افغانستان که عناصر در خود خود دارن ضعیف بودک و ضرورت به استعمال عناصر غذایی در خاکا بود. و عنوان درس امروزی ما روش هایی که برای افزایش حاصل خیزی خاک و غیره از مسائل استعمال میشه، ما اونها را بحث خواهیم کرد. و خود در قسمت روش هایی که برای افزایش حاصل خیزی ما مد نظر میگنیم، یک استفاده از مکمل های خاکه و دیگه عنوان دیگه محصولات پوششیه که ما شما روی خاک میندازین که خود مالچ گذاری هم میگن و بیشتر بقایای گیاهی که روی خاک بیشتر مومن در خود باغداری یا که در باغات صورت میگیره به خاطر حفظ رطوبت در خاک و همچنین تولید حرارت و یا ای که حرارت رو در خاک نگاه بدارن، اینا ها از جمله روش هایی که ما شما میتونین باعث خود حاصل خیزی خاک رو افزایش بدن. خب قسمت که اینجا گفته استفاده از مکمل های خاک، اگر ما شما بیایم خود مکمل خاک را تعریف بکنیم، خود مکمل خاک میگه یک ماده ای که به منظور کاهش روان آب و همچنین فرسایش خاک و همچنین بهبود خصوصیات خاک و همچنین در نتیجه تأمین حاصل خیزی خاک بر روی خاک ریخته و یا بالای سطحی ترکیب شده باشد. این تعریفیه که خود Soil Science Society of America، انجمن اجتماعی خود ساینس امریکا، ایره در سال 2008 این تعریفیه که برای خود مکمل داده. خب به منظور کاهش فرسایش و همچنین بهبود خصوصیات خاک، تو اینا خصوصیات فیزیکی خاک و همچنین خصوصیات کیمیاوی خاک و بعضی از مسائل دیگه، این مواد و این مکمل ها در روی خاک استعمال میشه و قسمت که قبلا گفتم همچنین بعضی از بقایای نباتی که باعث کاهش تبخیر در خاک و همچنین جهت کنترل حتی بعضی از امراض در روی خاک، اینها ریخته میشه و در روی خاک استفاده میشه. دیگه استفاده از مکمل ها بر روی سطح خاک زمانی که با اعمال سیستم های شخم حفاظتی امراض است در برابر شیوه های سنتی بسیار مؤثر است. وقتی که ما استعمال خود امی مکمل ها صورت میگیره، اگر اینها با شخم زنی و با باعث بعضی از عملیات زراعتی همراه باشه که اینا هر کدوم از این مکمل ها باز متفاوت است که میتونم بگیم اینا ها خود از اینا ها اثر از اینا ها بیشتر میشه. خود کد های حیوانی، بقایای گیاهی و کد سبز از آغاز کشاورزی استفاده میشد. خب بعضی از مردمان ما و شما هم همو استعمال حتی خاکستر و کد حیوانی و خود بقایای نباتی را در امو ابتدا دهاقین استفاده میکردن و همچنین امروزه هم مشخص شده که اینها در جهت افزایش حاصل خیزی و حفظ رطوبت و خصوصیات فیزیکی و همچنین کیمیاوی خاک میتونیم بگیم که مؤثر است. و خصوصا خود از این مکمل ها در قسمت فرسایش خود آبی و فرسایش بادی میتونیم بگیم مؤثر باشه. خب ما در جلسات قبلی هم گفتم که اگر یک سانتی خاک تشکیل بشه چقدر از مدت زمان رو میگیره. خب بنابراین خود از این مکمل هایی که در روی خاک قرار داره، خود پوشش نباتی به کنار خصوصیات فیزیکی و کیمیاوی
میتونم بگم که در جهت کنترل از فرسایش و برای جلوگیری از فرسایش میتونم بگم که اینها مؤثر هستند. و ما یک مکمل ها را اگر ما بیایم دستبندی بکنیم، انواع و اقسام مکمل ها داریم که مثلا به صورت عضوی، به صورت طبیعی و همچنین به صورت مصنوعی طبقه بندی کرد که هر کدوم از اینها ها میتونیم بگیم که متفاوت باشه. دیگه مکمل های طبیعی عضوی مینا به شامل چی دسته میشن و دیگه مکمل های مصنوعی شامل چی چیز ها میشن، اینا از مسائلیه که در داخل لکچر نوت شما مشخصا اومده. ما توضیحات خیلی سریع در این قسمت ها پیش میریم که اینا اکسل مسائلی هست که شما در داخل چپتر خواهم بخونید، اینا رو میتونیم که به صورت خوبی و به صورت درست از دریافت. مکمل های طبیعی شامل بقایای گیاهی تجزیه نشده یا تا حدود تجزیه شده و کاملا تجزیه شده میشه. خب اینا به سه دسته تقسیم میشن، یا که خوب صحیح تجزیه شدن، یا که کامل تجزیه شدن، یا که یک حد دیگر، و یا که تجزیه نشدن. که اگه خوب صحیح تجزیه شده باشن میتونیم بگیم چی باشن، اگه خوب صحیح تجزیه شده باشن باعث تغییر رنگ میشه و کاملا بقایای حیوانی یا نباتی در اینها، اگر هر کدوم از اینها باشه کاملا میتونیم بگیم که آشکار نیه و ما و شما نمیتونیم. مواد زائد صنعتی مانند خاکره، مواد زائد شهری مانند مواد زائد غذایی و مواد طبیعی تا حدود فراوری شده مانند گچ و همچنین مکمل های مهم به حساب میاد. خب مواد زائد صنعتی هم مثل خاکره اگر شما بگین اینها در نجاری ها اینها جمله مکمل های خاک میتونه باشه و همچنین مواد زائد شهری مثل مواد زائد غذایی و مواد طبیعی تا حدود اینها میتونیم بگیم که خود گچ که جهت پایین آوردن اسیدیته و همچنین پیش از اینها استفاده میشه و دیگه از مکمل ها اینها میتونیم بگیم جهت کنترل و حفظ حاصل خیزی و کنترل حتی فرسایش و بهبود خصوصیات خاک از اینها استفاده کن. و دیگه در امریکا مواد زائد غذایی میگه بیشتر از 25 میلیون تن در سال، بیش از 15% از مواد زائد شهری شامل میشه و در صورت که کاملا کمپوست شده باشد به عنوان یک مکمل مهم خاک محسوب میشه. نه ای که در امریکا حالا یک مثال بوده که در داخل از این چپتر ما و شما زده. خب در تمام کشورها در صورت که خود این مواد غذایی از اینها به صورت درست جداسازی بشه و از اینها به صورت درست از اینها کمپوست بشه و به صورت درست از اینها تجزیه بشه، هم یک کمک خیلی بزرگ در قسمت محیط زیست میشه و هم یک مکمل مهم خاک میتونیم بگیم که میتونه محسوب بشه. در کل تمام این مکمل ها میتونیم بگیم یک وظایف یکسان انجام نمیدن. حالا یکی از اینا در قسمت حاصل خیز نمودن خود خاک ها نقش داره، یکی در قسمت پایین آوردن مثلا اسیدیتی خاک مثلا کنترل پی اچ خاک نقش داره، یکی در قسمت فرسایش نقش داره و همچنین در قسمت های مختلف خصوصیات فیزیکی و کیمیاوی خاک میتونیم بگیم که اینها نقش های متفاوت دارن که هر کدوم از این مکمل ها که شما استفاده بکنیم میتونیم حاصل خیزی از خاک نظر به همو به خود نیاز خاکی که داریم اونها را چی بکنیم تحت کنترل خو و همچنین برای خاکای خو استفاده بکنیم. خب دیگه برخی از مکمل ها میگه وظایف مثل پیانند آهک که پیچ خاک را کاهش میده و همچنین بقای محصولات که قبلا گفتم در خود کنترل فرسایش، تامین مجدد مواد غذایی، بهبود ساختار خاک و حاصل خیزی خاک میتونیم بگیم که مهم. دیگه از جمله مکمل های از جمله روش هایی که ما و شما میتونیم به افزایش حاصل خیزی خاک داشته باشیم محصولات پوششی روی خاک که محصولات پوششی حفاظت خاک و حفاظت بذر را فراهم میکنه و همین که سویل کانزرویشن شما چی کاملا یک مضمون دیگه در دیگه سمستر خواهد خوندن که حفاظت آب و خاک سویل کانزرویشن اند واتر هم یک مضمون است و همچنین حفاظت بذر را مسئولات پوششی میتونیم بگیم که در مقابل بعضی از موجودات زنده در مقابل سردی و همچنین در زیر خاک حفاظت میکنیم. این موارد نیز به مسئولات کود سبز هم موسوم هستند و خود کود سبز در اکثریت دواقین ما و شما جهت حاصل خیز نگاه کردن خود خاک ها و همچنین جهت بهبود خصوصیات خود خاک بیشتر از محصولات پوششی به عنوان کود سبز
که اینها در مراحل که خود نبات هنوز سبز است در خود زمین باعث ازی میشن که چپه بکنن و خود بهبود خصوصیات فیزیکی خود نقش مهم داره. مدیریت و وظیفه محصولات پوششی در طول زمان تغییر کرده. خب در گذشته محصولات پوششی میگه به عنوان علوفجات حیوانی یا به عنوان کود سبز قابل شخم بود، اما امروزه برای روش های مختلف ما شما میتونیم از محصولات پوششی استفاده بکنیم. تنها سابق اگر بگین بیشتر در قسمت ازی که خود حیوانات تغذیه بشه و همچنین مثل کود سبز قابل شخم بود استفاده میکرد، اما امروز از محصولات پوششی شیوه های مختلف و شیوه های جدید محصولات پوششی حفاظتی محسوب میشه و به موارد زیل میگه رشد داده میشه. خب یکی که محصولات پوششی در قبال حفاظت خاک در برابر فرسایش، حالا این فرسایش میگم میتونیم بگم دیگه فرسایش آبی باشه و همچنین فرسایش بادی باشه، به خاطر جلوگیری از این نباتات پوششی در سطح مزرعه رشد داده میشه و حتی در سطح مزرعه اینها را جمع آوری نمی کنن، به خاطر از اینکه در مناطقی که خود مقدار بارندگی و همچنین مقدار باد در بعضی از مناطق زیاد است. امسال خوشبختانه ما و شما در فصل بهار که همیشه شاهد تخریب زمین های زراعتی بسیار بوده، که سال اکثریت از داغین کشتایی که داشتن نظر به بارانای موسمی که در فصل بهار صورت میگیره، خب طبعا اکثریت کشتزارها از اینا از بین میره و دچار فرسایش میشه، که خوشبختانه شکر است که امسال ما و او پیمانه بارندگی داشتیم و بارندگی های ما شدت خیلی زیاد ندیش و در قسمت خود فرسایش و در قسمت تخریبات از ما خیلی شاهد نبودیم و خدا کنه که اگر بارون هایی که در آینده اگر تا چند روز دیگه ما احتمال بارندگی هست پیش بینی شده که داشته باشیم، خدا کنه که ما ضرر نکنیم و باعث از این نشه که ما شما قسمتی از خاک خود خور در اثر شدت خود باران ها از دست بدن. و دیگه در قسمت بهبود خصوصیات خاک، حالا خصوصیات خاک گفتم خصوصیات فیزیکی بیشتر شامل میشه و خصوصیات بیولوژیکی بیشتر شامل میشه. خود نباتات پوششی باعث ازی میشه که از لحاظ بیولوژیکی اکثر موجودات زنده مواد غذایی از اینا رو تامین بکنه و باعث ازی بشه که خود موجودات زنده مفید گرمای خاکی، باکتری رایزوبیا و غیره در خاک انکشاف بیشتر بکنن و جهت تثبیت بعضی از عناصر در خاک بیشتر صورت بگیره و همچنین خصوصیات فیزیکی خاک میتونیم بگیم خاک ها رو مناسب تر برای بافت خاک و همچنین آبگیری خاک، تخلخل در خاک بیشتر وجود داره. و دیگه خود افزایش حاصلخیزی خاک یک مقدار قسمه که من در جلسات قبلی هم گفتم که اگر ما و شما به عنوان کود سبز از بعضی از قسمت های نباتات استفاده بکنید، اینها خود از اینها باعث ازی میشه که یک مقدار نیتروژن در خاک تثبیت بکنن و همچنین خود ما نباید چشم پوشی بکنن که یک مقدار خود محصولات پوششی باعث ازی میشن که در قسمت تثبیت بعضی از عناصر در خود خاک ها میتونیم بگیم که نقش داشته باشه. و دیگه محصولات پوششی دیگه جلوگیری از رشد علف های هرزه میشه. علف هرزه و علف های بیگانه که بدون خواست دهقان در مزرعه رشد میکنن و همیشه یک چالش خیلی بزرگ بوده در قسمت خود مراحل داشت، که همیشه دهقین با این پدیده مبارزه میکنن و هزینه های زیاد میکنن و باعث ازی میشه که مکرر اگر از زمین استفاده بشه باعث ازی میشه که کنترل نشه علف های هرز، سال به سال جمعیت از این علف های هرز بیشتر بشه و خود محصولات پوششی که اگر ما شما در سطح مزرعه قرار بگیره باعث ازی میشه که از علف های هرزه بیشتر در مزرعه خود از اینا جلوگیری بکنه. و دیگه ای که تثبیت نایتروجن، خب قبلا این را تشریح کردم برای شما، بعضی از باکتری های رایزوبیا در سطح ریشه بعضی از نباتات باعث از این نباتات خاندان لیگومی باعث از این میشه که تثبیت نایتروجن صورت بگیره و خود یک مقدار عناصر غذایی در خاک تثبیت بشه. دیگه افزایش محتوای ماده عضوی خاک، خود ماده عضوی در خاک اینها باعث از این میشه که چکار بشه در اثر خود همین محصولات پوششی در خاک افزایش بده. دیگه افزایش تولید محصول را ما شاهد خواهیم بود. خب طبعا به خاطر اینکه ما خصوصیات فیزیکی درست از خاک داشته باشیم، کنترل علف هرزه صورت بگیره، بافت خاک مناسب باشه
و همچنین کنترل علف و هر صورت بگیره، یک مقدار عناصر هم در خود اضافه بشه. خب طبعا خود ما افزایش تولید محصول رو هم خواهیم داشته و اگر که دیگه از اثرات از این نباتات پوششی میتونیم در افزایش تولید محصول باشه. دیگه بازیافت مواد مغذی و همچنین مواد مغذی خیلی خوبه میتونیم باشه برای خود خاک، جلوگیری از آبشویی و مواد غذایی. یک مسئله دیگه که لیچنگ و مواد غذایی عموما، ما قبلا گفتم در ذرات ریز خاک وجود داره و همچنین این عناصر براحتی، بعضی از عناصر خیلی زود شستشو میشن که اینها رو ما شما خواهد خوندیم که بیشتر از عناصر که چسبندگی از اینا کمتر است در خودمو خاک و تحرک از اینا کمتر است، باعث از این میشه که بعضی از عناصر به راحتی آبشویی یا لیچنگ صورت بگیره و بعضی از عناصر چسبندگی از اینا ها بیشتر است و همین خود پوشش نباتی و خود نباتات سبز در سطح مزرعه باعث از این میشه که جلوگیری از آبشویی صورت بگیره و بعضی از مواد غذایی خور خاک به راحتی از دست نده و این یک از موارد استفاده خیلی مهم از نباتات پوششی و بهبود کیفیت آب هم همچنین از جمله دیگه خواص و خصوصیات نباتات پوششی است که ما و شما میتونیم اونها را نام ببریم. ما فصل دوم ما و شما خلاص شده که موضوعات دیگه بیشتر نیه که من خدمت شما ارائه بکنم و دیگه به صورت کلی جلسه چندم بود؟ جلسه ششم بود. فصل دوم ما و شما خلاص شد و انشاءالله در فصل بعدی خدمت شما قرار خواهم گرفت و امید ازی که سلایدا به دست شما قرار بگیره و شما سوال چیزی داشته باشین من در جریان بگذاریم، من در خدمت شما خواهم بود. موفقیت بیشتر برای شما میخوایم، ایام به کام شما باشه.